با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. یکی دو تا مطلب دیگه بود که باید بهش میپردازم، اما فکر میکنم گفتگومون مهمتر باشه. ما گفتگو رو تقسیم بر چهار بخش کردیم با آقای امیرعباس فخرآور. دو بخش راجع به درون کشور صحبت کردیم، زندگیش، زندانش، غیره. این بخش درباره آمدنش به خارج و فعالیتاش صحبت میکنیم و بخش پایانی درباره کتاب ایشون که یک کتاب کانتروورشال و پر سر و صدا. درود به شما آقای فخرآور عزیز. درود به شما آقای نوری‌زاده عزیز و درود به همه ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک. خب آقای فخرآور، امیرعباس فخرآور بعد از زندان و اون وداع دردناک با مادر و اینا چجوری به خارج اومد؟ از چه راهی؟ چون افسانه ها و داستان های زیادی ساخته شد. خودت بگو چجوری اومدی بیرون؟ خیلی مختصر و مفید برای اینکه بیشترش رو برسیم به بیرون قضیه، این که من دوره‌ای که توی اون 14 ماهی که توی زندان قصر بودم، توی بند جنایتکارای زندان قصر، با یک سری از دوستانی آشنا شدم که خب توی این درست کردن ویزای نمیدونم جعلی و پاسپورت و رد کردن آدم و اینجور چیزا خیلی ید طولایی داشتن. و بعد از اینکه حالا من سال فکر میکنم 1384 بود که من پدرم رو وقتی از دست دادم، تو دوره‌ای که توی زندان بودم هنوز که دردناکترین روز زندگی من بود، اتفاقا همین روزها توی سالگردش هم هستیم، 7 مهر بود. و یادم از بیرون کشور اومده بودم برای مرخصی که سر خاک پدرم برم یه چند روزی رو با خانواده‌ام باشم، تماسی رو داشتم از یک خانومی در لس آنجلس که خب دختر یکی از شرافتمندترین و خوشنامترین سیاستمدارای دوران شاه بود، دختر یدالله شهبازی، معاون نخست وزیر ایران، معاون امیرعباس عویدا. و خانم ماندا شهبازی تماسی رو با من گرفت و بعد از اون ارتباط من برقرار شد با بیرون کشور و عملا من تونستم با ریچارد پرل، معاون وزیر دفاع آمریکا اون زمان، صحبت بکنم برای اولین بار، که به من تسلیت گفت فوت پدرم رو و گفت که تنها نیستی توی زندان، نمیخوام احساس تنهایی بکنی و من سعی میکنم که تا جایی که میتونم پدری بکنم برات. و برای من خیلی حرفش به دل نشست. بعد از اون توی یکی دیگه از مرخصی های زندان بود که من دیگه ارتباطم دیگه با این ور برقرار شده بود و اینها منو سر همون فیلم فوربیدن ایران در واقع شناخته بودن و توی واشنگتن خب خیلی بین سیاستمدارا و سناتورا و کنگرسمنای واشنگتن درباره اون فیلم و اون صحنه وداع من با مادرم و اون تیمی از دانشجویان مبارز که داشتن علیه رژیم می‌جنگیدن صحبت بود. و به این شکل برنامه رو شروع کردیم ریختن که بتونم از کشور خارج بشم. توی یکی از این مرخصیایی که دارم میام، اتفاقا من خب توی دوران زندان این فرصت رو که اونم یک داستان مفصلی فراهم شده بود که توی دانشگاه غیر حضوری، دانشگاه پیام نور، بتونم درس خودم رو ادامه بدم. و خیلی دیگه از دوستای دانشجومونم بودن که این کارو کردن و من برای امتحانات یعنی مخاطبه پایانی به صورت مخاطبه ای کورسپاندنت. آره آره. بعد و من تونستم دانشکده حقوق رو این شکلی تموم بکنم. توی امتحانات پایانی دانشکده حقوق برای اون 3-4 روزی که مرخصی گرفتم که بیام برای اون امتحانات، دیگه تصمیم گرفتم که بر نگردم به زندان و شرایط بیرون اومدن رو کاملا دیگه هماهنگ بکنم. در نهایت من با کمک همون دوستانی که توی زندان قصر داشتم، برای من تونستن کار پاسپورتم رو، ویزای من رو به عنوان بیزنسمن از دبی برام ردیف کردن، تمام کارا رو مشخص کردن و من تونستم از فرودگاه خمینی، حالا امام خمینی خطابش میکنن، یکی از اولین پروازهای فرودگاه امام خمینی بود به دبی که من از اون طریق تونستم بیام. و همون دوستان هماهنگ کرده بودن که من بتونم رشوه بدم به یکی از مامورینی که اسم رو وارد میکرد
توی گیت ورود به هواپیما در واقع، و اسم من حتی توی پرواز وارد نشد، هیچ جایی اسم من وجود نداشت. من تونستم با اون پرواز بیام به دبی. به محض اینکه به دبی رسیدم، ریچارد پرل شخصا با هواپیمای اختصاصی خودش در واقع، والا جتی که اون موقع در اختیارش بود، با تیم فیلمبرداری کاملی که داشتن روی یک داکیومنتری به اسم The Case for War کار میکردن، طرحی برای جنگ، اومد به دبی. توی بلا فاصله، یعنی شاید کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه من به دبی رسیدم، ریچارد پرل هم رسید اونجا. استقبال خیلی گرم میکردن و بخش های از اون فیلم البته روی یوتیوب هست که صحبت هایی که ریچارد پرل درباره من میکنه از اولین دیدارش. و بعد من مسئولین امریکایی رو دیدم. از نکات جالبی اگه خاطرتون باشه، آقای نوریزاده، من چند سال پیش بود توی فیلم کنم هتل کراون پلازا بودیم توی همین منطقه واشنگتن که من شما رو دیدم و اون موقع تازه اسناد ویکیلیکس بیرون اومده بود، با هم درباره ویکیلیکس صحبت میکردیم. مشروح صحبت هایی که من با برای اولین بار بیرون کشور بلا فاصله بعد از خروجم از کشور توی دبی با یک دیپلمات آمریکایی کردم، توی یک سند محرمانه قرار بود تا سال 2026 این سند محرمانه بمونه. سال 2006 بود که من این گفتگو رو کردم. توی اون گفتگو مجموعه طرح‌های خودم رو که حالا که از کشور اومدم بیرون چه کارهایی رو میخوام دنبال بکنم، تمام اونا رو گفتم که بعد از اون من دقیقا مو به مو اون طرح‌ها رو دنبال کردم. خب حالا اینجا اجازه بده من یه سوالی دارم. ریچارد پرل یه شخصیت خب خیلی سرشناس در آمریکا، یه زمانی صحبت از این میشد که حتما وزیر دفاع بعدی خواهد بود، حتی معاون رئیس جمهوری، و بسیارم دست راستی و ارتباط نزدیکی با اسرائیل داره. آیا شما با توجه به همه این خصوصیات دوست شدی با او و نزدیک شدی، یا اینکه اون وقت واقعا نمیشناختی و ریچارد پرلو به عنوان یک آمریکایی برجسته میدونستی که این همه لطف داره بهت، پاشده اومده استقبالت، و احتمالا با همون هواپیمای او هم شما وارد امریکا شدی؟ همونطور که خود شما هم گفتید آقای نوریزاده، خب برای ماها بچه‌هایی که توی ایران داشتیم مبارزه می‌کردیم، واقعا این سیاستمداران حالا چپ و راست آمریکایی کیا هستن، کدوم مال کدوم دسته هستن، اینا آشنایی با این چیزا نداشتیم. و بیشتر از هر چیزی خب ما اینها رو به عنوان یک دولت واحدی میدیدیم که همه مسئولین مثلا یک دولتی هستن، با هم دارن کار میکنن. بعد از ورودم به امریکا من متوجه این تفاوت‌ها و اختلافات و کی دست راستیه کی دست چپیه و اینها شده بودن. خب میگم با هواپیمای اون اومدی به امریکا؟ نه، اون بعدن من یه چند روز بعدش، چون اینجا بعد یه سری کارهای دیگر رو هم تو دبی انجام میدادم، شاید من حدود یک هفته کمتر از 10 روز رو در دبی بودم. و بعد چون ریچارد رفت به آسیای میانه بعدش برای اون فیلم همون The Case for War که داشتن فیلمو تکمیل میکردن، و من برگشتم اومدم به امریکا و تو امریکا دوباره دیدمش. به محض اینکه من اومدم، منو برد به American Enterprise Institute، انستیتوی American Enterprise، و اونجا من رو معرفی کرد به مجموعه سیاستمداران بزرگ دست راستی که وجود داشتن توی امریکا. و بعد از اون دیگه فعالیت‌های من توی امریکا با سرعت فراوان شروع شد. خب همین جالبه. ببینید همزمان با شما افراد دیگری هم اومدن، یا کمی قبل یا بعد از شما یا همزمان، که بعضن از فعالان جنبش دانشجویی بودن، بعضن زندان بیشتری هم از شما کشیدن، ولی اینا وقتی به امریکا اومدن فعالیت‌های محدودی داشتن و بعدن بعضیاشون به کلی رنگ باختن که امروز اصلا در صحنه ما نمیبینیمشون و فعالیتی ندارن، یا اگرم فعالیتی دارن خیلی کم رنگه. چی شد که امیرعباس فخرآور تونست اینقدر توجه American Administration رو، دولت آمریکا، اون مجموعه رو جلب بکنه؟ چطور شد که اینقدر حزب جمهوری خواه بهش علاقمند شد؟ جورج بوش با او دیدار کرد، باش عکس گرفت و با او گفتگو کرد. چه عاملی باعث این بود؟ آیا فقط ویژگی های خود عباس فخرآور بود، یا واقعا صراحتا بگیم آمریکایی‌ها دنبال نقشه‌ای بودن که امیر عباس فخرآور هم میتونست در اون نقشه یکی از بازیگرا باشه؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که شما به هم جذب شدید؟
این برمیگرده آقای نوریزاده به همون گفتگویی که من بهتون گفتم که ویکیلیکس اون رو منتشر کرد، گفتگویی که من سال 2006 داشتم که من درباره طرح‌ها و برنامه‌های خودم در بیرون کشور صحبت کردم با اون دیپلمات ارشد آمریکایی توی دبی، و توضیحی که حالا خود اونها می‌نویسن درباره من که چی فکر میکنن درباره من، تمام اینها روی ویکیلیکس پیدا کردنش خیلی راحت، فقط با اسم من اگر سرچ بشه ویکیلیکس تمام اون مطلب میاد بالا، و مجموعه ای از طرح‌ها و برنامه‌ها بود. یعنی من بدون برنامه نیومدم، من تو اون سالای انفرادی، تو اون سالای زندان، تو اون سالای شکنجه داشتم طرح می‌ریختم، داشتم برنامه می‌ریختم که خب این مبارزه با جمهوری اسلامی باید یک راهی داشته باشه که این مبارزه مؤثرتر باشه. همو که بیرون گذاشتم، وقتی فرصت‌ها رو دیدم، من درباره بقیه دوستان نمی‌خوام صحبت بکنم که چه بلاهایی سرشون اومد، چه کارهایی کردن، اصلا بعضی‌هاشون از داخل کشور خب با همکاری سازمان‌های امنیتی میومدن بیرون برای یه کارهای دیگه‌ای. من خودم رو میتونم بگم که برنامه‌ای داشتم و داشتم برنامه خودم رو دنبال می‌کردم. در درجه اول خواستم این تابوی ارتباط با آمریکایی ها رو بشکنم. من یادم همون موقع خیلی از دوستان خیرخواه میمدن میگفتن اینقدر با این آمریکایی ها ملاقات میکنی نگو، ننویس توی بلاگت، یا اخبارش نذار بیاد بیرون، عکساتو منتشر نکن. میگفتم چرا؟ ما بالاخره از یه جایی باید این بازی رو تمومش بکنیم. اگر ما کسی رو میبینیم با مردممون که رو دروایسی نداریم، با مردم رو راست باشیم، بیایم بگیم. و تمام عکس‌های خودم رو منتشر می‌کردم با مسئولین آمریکایی که این بعداً یه جورایی تبدیل به یک سنتی شد که همه هم دیگه این کارو داشتن می‌کردن. اون تبوی اولو شکستم. بعد توی دو ماه بعد از خروجم از کشور، توی یک جلسه هیرینگ توی سنای آمریکا، من شهادت دادم علیه جمهوری اسلامی. اولین در واقع رهبر دانشجویی بودم که بعد از انقلاب اسلامی اومدم توی سنای آمریکا و علیه جمهوری اسلامی شهادت دادم. و توی اون جلسه صحبت از این بود، گفتم ببینید ما طرفدار جنگ نیستیم، ما جنگ نمیخوایم، و برای ایران شما اصلا احتیاجی ندارید بخواید جنگ بکنید، مردم ایران همه مخالف این حکومت هستن، ما جنبش دانشجویی ایران، مردم آزادیخواه ایران، ما احتیاج به موبایل داریم، احتیاج به دوربین فیلمبرداری داریم، احتیاج به اینترنت داریم، این امکانات رو در اختیار ما بذارید، ما خودمون میدونیم چه بلایی سر حکومت بیاریم. این جلسه دقیقاً 20 جولای سال 2006 بود که جلسه بسیار پر سر صدایی هم بود، برای اینکه من به صدای آمریکا انتقاد کردم توی اون جلسه و گفتم صدای آمریکا خیلی پتانسیل بالایی داره و میتونه خیلی موفق‌تر از این عمل بکنه، اما متاسفانه تو مسیر غلطی داره گام برمی‌داره. من توی اون جلسه به تحریم‌های همه جانبه علیه جمهوری اسلامی اشاره کردم و گفتم تحریم نفت ایران رو بهش نگاه بکنید، برای اینکه شما دارید همه جور تحریم‌های مثلا هوشمند می‌ذارید، ولی تحریم‌های هوشمندتون داره به مردم فشار وارد می‌کنه. پول‌های نفت تو جیب مردم نمیره، پول‌های نفت داره مستقیماً تو جیب آقازاده‌ها و فخرآور. پس این حرفی که میگن شما امریکایی‌ها رو تشویق می‌کردید و اون مجموعه‌ای که دوستانتون بودن که به ایران حمله بکنن بی ربطه، یعنی شما به دنبال این نبودید که ایران در معرض جنگ قرار بگیره مثل آنچه در عراق رخ داد. این دروغ محضه و متاسفانه این حرفا رو میزنن. اگر توی تمام نوشته های من، مصاحبه های من و حتی همون متن ویکیلیکس برید رجوع بکنید، میبینید از روز اولی که از کشور خارج شدم حرف از این زدم که جنگ پاسخ نیست برای برخورد با ایران، تا توی امریکا توی تمام صحبتام توی همون جلسه سنای آمریکا دیگه واضح هم به فارسی هم به انگلیسی اون فیلم‌هاش هست، همه چی توش مشخصه. حتی توی سفری که به اسرائیل داشتم سال 2012 توی کنفرانس هرتزلیا توی جلسه من نشسته بودم، دور میز رؤسای سابق موساد، CIA، فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و آمریکا نشسته بودن و تمام سخنران‌ها بدون استثنا حرف از این می‌زدن که با چه نوع موشک‌هایی و هواپیماهایی باید بریم ایران رو بزنیم، و تنها کسی که دور اون میز برگشت گفت به گزینه دیگه‌ای که روی میز هست نگاه بکنید، تحریم نفت میتونه کمر حکومت رو بشکنه و شما هیچ احتیاجی به حمله نظامی به ایران ندارید. و بهشون گفتم حمله نظامی به ایران فقط و فقط میتونه به این منجر بشه که آخوندهایی که بلدن چجوری مظلوم نمایی بکنن بیان وایسن، حسین شهیدی را بندازن دوباره و بخوان توی دنیا برای خودشون مشروعیت کسب بکنن. من از مخالفین شدید حمله نظامی همیشه بودم و کسانی هم که من باشون در ارتباط بودم همیشه این رو باور داشتن، چه امریکایی ها چه ایرانی ها. آقای فخرآور، شما بعد اومدی یک تشکلی درست کردی، یه عده دانشجوها و فعالان دور جمع شدن، اون تشکل چه شد؟ به کجا کشیده شد؟
من یک بذارید یه مجموعه ای از فعالیتایی که کردیم براتون بگم. بعد از 18 تیر سال 78 ما به این نتیجه رسیدیم که اینجوری نمیشه و جنبش دانشجوی ایران باید یک سازماندهی جدیدی پیدا بکنه. ما از همون توی ایران در واقع شروع کرده بودیم تشکیل یک جریان جدید دانشجویی رو به اسم جنبش مستقل دانشجویی. بعدن توی زندان تصمیم گرفتیم که با دوستانی که اونجا دور هم دیگه بودیم، به ویژه ارژنگ داوودی عزیز، ما کنار جنبش مستقل دانشجویی جنبش آزادی ایرانیان رو هم اومدیم شکل دادیم که فراتر از جنبش دانشجویی باشه. بعدن اون جنبش مستقل دانشجویی مجموعه تغییر نام داد با عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی. وقتی هم که از کشور خارج شدم، خب این کنفدراسیون من شروع کردم بیرون کشور یک سری کادر سازی کردن، بچه های جوان و مستعد رو شروع کردیم تعلیم بدیم، آماده بکنیم برای اینکه برن لابی بکنن. بیشترین فعالیتی رو که برای جنبش دانشجوی بیرون کشور در نظر گرفتیم این بود که گفتیم شما باید برید سیاستمدارا رو توی هر کشوری که هستن، توی هر کشوری که زندگی میکنید، برید با سیاستمدارای اون کشور ارتباط برقرار بکنید، واقعیت های ایران رو بگید، هم اینکه رژیم جمهوری اسلامی چه بلایی داره سر مردم ایران، سر دنیا میاره، و همین که مردم ایران چه برنامه‌هایی دارن و چه چیزهایی میخوان دوست دنیا باشن. و به این شکل کنفدراسیون دانشجویی ما بسیار موفق عمل کرد. تا همین لحظه آخرین گزارشی که از کنگره ایالات متحده آمریکا، گزارش گروه تحقیق کنگره، همین سه هفته پیش این گزارش بیرون اومد، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رو و مجموعه دیگه ای رو که الان کنفدراسیون داره برای راه اندازیش فعالیت میکنه به اسم کنگره ملی ایرانیان، توی صدر لیست فعالترین و مؤثرترین چهره ها، گروه های اپوزیشن قرار داده که دارن برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش میکنن. این گزارش هر دو ماه یک بار توسط گروه تحقیق کنگره ایالات متحده دائم هی داره آپدیت میشه. ظرف فکر میکنم حدود 8-9 سال گذشته اسم کنفدراسیون دانشجوها بالای این لیست همیشه قرار گرفته. و خب این آقای فقراور که داره این فعالیت ها رو میکنه، کنفدراسیون رو راه انداخته، هر تجمع 5 نفرم هزینه داره، هزینه‌شو از کجا می آوردی یا میاری برای این فعالیت ها؟ برای این اتفاقا خب اینم یه چیزایی بود که ما توی آمریکا یاد گرفتیم. من همون سال 2006 که اومدم آمریکا متوجه قدرت تینگ تانک ها شدم توی آمریکا، اون اتاق های فکری که اینجا وجود داره و نان پروفیت اورگانایزیشن ها. و توی سپتامبر سال 2006 بود، یعنی درست 10 سال پیش، ما الان سپتامبر 2016 هستیم، من مؤسسه‌ای رو به اسم انستیتوی آزادی ایرانیان، ایرانیان فریدوم اینستیتوت، تأسیس کردم که اسم دیگه‌اش هم هست ایرانیان انترپرایز اینستیتوت، که توی این مؤسسه شروع کردم. اول مؤسسه تبدیل شد به یک نان پروفیت اورگانایزیشن، یک مؤسسه غیر انتفاعی، و رفتم به سراغ سرمایه‌دارهای بزرگ به ویژه آمریکایی که از اونها ما بتونیم کمک بگیریم برای فعالیت هامون. تأکید میکنم من از هیچ دولت خارجی، چه اسرائیل، چه آمریکا، چه انگلیس، هیچ دولت خارجی، حتی یک دلار هیچ وقت پول نگرفتم. و برخلاف اون کسانی که همیشه به من حمله میکردن، همشون حقوق بگیران دولت های خارجی بودن به نوعی، ولی این افتخار رو همیشه داشتم و دارم که مؤسسه ما هیچ پول دولتی توش نیامد، ولی رفتیم سراغ یک سری مؤسسات و بنیادهای خصوصی، مثلا تیپ باشگاه ورزشی فیلادلفیا فلایرز، باشگاه هاکیه که رئیسش آقای اد اسنایدر همین اخیرا فوت کرد، رئیسش پسر ایشون یکی از بورد ممبرای مؤسسه انستیتوی آزادی ایرانیان من هست و ما تونستیم کمک‌های بزرگی رو از اونها بگیریم. همینطور از جاهایی که هیچ کس شاید تصورش نمی‌کنه، بذارید من برای اولین بار تو برنامه شما بگم، ما از هوم دیپو که حتما میدونید چقدر کمپانی بزرگیه توی آمریکا، ما تونستیم یک برای چند بار کمک‌های بسیار بزرگی رو از هوم دیپو که یکی از بزرگترین کمپانی‌های ساختمانی در واقع آمریکایی هست دریافت بکنیم برای برنامه هامون. اجازه بدیم من یه توضیح کوچک بدم. در امریکا، تو بریتانیا هم همینجوره، کمپانی های بزرگ وقتی میان و به یک سازمان نان پروفیتبل، سازمان غیر انتفاعی کمک میکنن، تأثیر روی مالیاتشون هم میذاره. بنابراین اگر قانعشون بکنید، این کار رو با رغبت انجام میدن، چون از جیب خودشون چیزی نمیدن، در واقع دارن از مالیاتشون کم میکنن. و این هم در آمریکا بسیار متداول‌تر از اروپا و جاهای دیگه است. و امروز بسیاری از سازمان‌های سیاسی، رادیو تلویزیون‌ها، تشکیلات فعالان اجتماعی فرهنگی از این کمک‌ها بهره می‌گیرن. آقای فقراور هم دنبال این رفته بود. بله، و خب خیلی هم به من کمک می‌کرد وقتی که من تونستم از سال 2010
من تدریس رو توی آمریکا شروع کردم توی Institute of World Politics، توی خود انستیتوی در واقع سیاست‌های جهانی توی واشنگتن دی سی من شروع کردم به تدریس. من اونجا جنگ روانی رو تدریس می‌کردم و همینطور اصول دموکراتیک ترانزیشن رو، گذار دموکراتیک رو اونجا داشتم تدریس می‌کردم. که اینکه به عنوان یک استاد دانشگاه شروع به کار کردم خیلی به مؤسسه من کمک کرد به فعالیت‌های چه جوری شد قبولت کردم به عنوان استاد، چون به هر حال یک پروسیجری داره، مراحلی داره. اینقدر زبان انگلیسی خوب بود که بتونی در کلاس برای دانشجوها تدریس بکنی؟ اینا همه سوالایی هست که من دلم میخواد تو این جلسات ما روشن بشه. مثلا همین کمک بیان کردی الان راجع به مدرک علمی و میزان زبانی که برای حضور در یک کلاس دانشگاه هست، مشکل داشتی اول، برطرف شد، چی بود قصه؟ ببینید، اول من خیلی این خوشحالم که اینو پرسیدین. من وقتی وارد آمریکا شدم زبان انگلیسی من در حد هلو هاواریو، یعنی من حتی یادم یک بار می‌خواستم مکدونالد سفارش بدم، نتونستم. به یکی از دوستانمون اون موقع، آقای سینا دربستانی که مهمونش هم بودم اون چند ماه اول توی آمریکا، باش تماس گرفتم گفتم ببین، گوشی رو دادم به طرفی که مکدونالد مثلا داره میپیچه، گفتم میشه ساندویچ برای من سفارش بدی؟ یعنی در این حد انگلیسی من بد بود. بعد ولی واقعا روش کار کردم، شبانه روزی روش کار کردم. و غیر از اون، خب شبکه‌های خبری آمریکایی خیلی به من کمک کردن. من تو خونه خودم 24 ساعت شبانه روز اخبار آمریکایی رو، یعنی من سعی کردم از رسانه‌های فارسی مقدار فاصله بگیرم، چون من توی این دنیایی که داشتم زندگی می‌کردم نیاز داشتم زبون اینها رو، کالچر اینها رو هر چه سریع‌تر بفهمم. و ظرف، خب من 2006 اومدم، 2010 دیگه انگلیسیم به حدی خوب بود که میتونستم سر کلاس درس بدم. و غیر از اون مجموعه کارهای دیگه‌ای که کرده بودم، من خب جایزه آنی تیلور رو که یکی از ارزشمندترین جوایز هست که به کسانی داده میشه توی جامعه کانسرواتیو آمریکایی، البته، که بتونن تو مبارزه با فاشیسم و دیکتاتوری‌های مذهبی بتونن نشون داده باشن که موفق بودن و خیلی بزرگانی بودن که این جایزه رو گرفتن. بعد از اون من توی دعوت شدم توسط واتسلاو هاول، ناتان شارانسکی و خوزه ماری ازنار توی کنفرانس یک هفته‌ای پراگ شرکت کردم که پرزیدنت بوش و تمام ادمنستریشن توی اون کنفرانس اونجا حضور داشتن. و همینطور کنفرانس‌های متعدد بین‌المللی که دائما حضور پیدا می‌کردم توی ایتالیا، توی نمی‌دونم اسپانیا، توی فرانسه. و مجموعه اینها یک اعتبار بین المللی رو برای من به وجود آورده بود که وقتی که، یعنی در واقع دانشگاه بود که از من دعوت کرد برم برای تدریس، من دنبال این که برم اونجا بخوام تدریس بکنم نبودم. و بعد از اون هم که از سال 2013 دیگه دانشگاه ایالتی تگزاس رسما به عنوان استاد، حالا دیگه قانون اساسی ایالات متحده رو دارم درس میدم. یعنی حالا امیرعباس فخرآور، یه جوان دانشجو با سختی، با زندان، با مصیبت، مادر رو میگذاره، خانواده رو میگذاره، میاد دبی، به امریکا میرسه و تو 4 سال خودش رو بالا میکشه، ماشین بنز سوار میشه و به سراسر جهان سفر میکنه، با رؤسای جمهوری و با آدمهای برجسته میشینه. خب آیا فکر نمیکنی به خاطر همین سرعت و تندروی در معرض اون همه حملات قرار گرفتی و بعضی از دوستانت که طفلک ها هنوزم در مکدونالد کار میکنن خیلی براشون سنگین بود این و در نتیجه تو رو متهم به انواع اقسام اتهامات کرد؟ من البته متاسفانه چون به پایان خط رسیدیم این جوابتو میگذارم، دفعه آینده شروع کن با این جواب که بعد بیایم به اصلی تری موضوع که کتابت در رابطه با آیت الله سید علی خامنه ای و همینطور بعضی از مقامات جمهوری اسلامی و این نگاه به سوی مسکو خواهد بود. ممنونم ازت. خیلی متشکرم. خب رسیدیم به پایان برنامه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.